به نام خدا. سلام. در این جلسه میخوایم شروع کنیم به طراحی سطح مین و اسلایدرها رو درست کنیم. من فقط اول اینجا ببینیم بنر قرار داده و بنر رو درست کنیم. در داخل هدر تگ A قرار میدم با کلاس دیدش فلکس و هدر داش بنر و اینجا هم img src assets images بنر و تاپ به این صورت. ببینیم چی رو داره. خب به این صورت شده. من یه سری کدام میسم دستگاهش میکنم، فقط میام در نود ماجود بوتستراب css و کاستوم ببینم پیداش میکنم. اینه. یه مورد دیگر رو اضافه میکنم و اونم object-fit هست که اینو برای ما اضافه کنه، مربوط به عکس و حالتهای کاور و کانتین رو داره. object-fit درسته فکر کنم اضافه نکرده و اینجا میتونم کلاس قرار بدم. کلاس چی؟ اول از همه میگم w-pset کامل اینجا رو بگیره، فقط این رو کپی کنیم، در هدر داشته باشیم. اینجا میگم برای عکسی که در داخل تز به صورت پیش فرض ارتفاعش هست 35 پیکسل توی صفحه نمایشی کوچیک و at include mqlg در صفحه نمایشی بزرگ ارتفاعش باشه 60 پیکسل. خب الان خوبه. ببینم object fit رو برای ما اضافه کرد. بله object fit داش باشه cover. خب کامل اینو کاور کنه و اضافه ها رو برش بده. آیتی که داره کامل کاور بشه. خب این از این. بریم سراغ قسمت مینمون. زیر هدر دیف کلاس مین همین و اینجا من میتونم کامنت هم قرار بدم. این برای مین با چه کامنت دیگه میتونیم قرار بدیم برای مین سلایدر. اینجوری میتونید کد بنویسید. من خیلی توی طراحی قالب فکر نمی کنم مهمشون، معمولا با اسم کلاس ها جدا میشه و معلومه به چه صورتی هست. اینجا دیو داریم با کلاس مین سلایدر. مین سلایدر و میگم mt-lg 5 و در LG از بالا فاصله داشته باشه. داخل این سویپر البته دیف و کلاس سویپر و داخل این هم دیف کلاس سویپر داش رپر. این سویپری که داریم، ما دو تا سویپر داریم، یکی برای موبایل یکم برای صفحه نمایشی بزرگ. چرا؟ چون عکسایی که اینجا داریم خیلی بزرگه و توی موبایل بیجونه نمیتونیم حلش کنیم، اینو کوچیک کنیم خیلی کوچیک میشه و به هم میریزه. پس برای همین دو تا اسلایدر میسازیم. اگه صفحه نمایشی اگه اسلایدرتون به این صورت نیست و کوچیکه میتونید از یه دونه استفاده کنید، ولی وقتی اسلایدرتون به این صورت کل صفحه رو گرفته یه خورده سخته بخواد توی موبایل هم همینو داشته باشید. و معمولا دو تا اسلایدر داریم، عکس‌ها توی موبایل و توی دسکتاپ فرق می‌کنه. این کناره‌های برشی داره یه خورده این کوچیک‌تره. برای همین ما دو تا اسلایدر داریم. پس این سویپر اولی کلاس براش در نظر می‌گیرم مین اسلایدر داش سویپر.
و کلاس دیگه دش دی دش نان دی دش ال جی دش فلکس، اینو فقط توی ال جی داریم. و در این سویپر رپری که اینجا هست دیف کلاس سویپر دش اسلایت، داخل سویپر اسلایت تگ ای داریم چون لینک با کلاس مین اسلایدر داش آیتم. اینجا هم آی ام جی میتونیم لودینگ براش قرار بدیم لیزی که تا زمان که کاربر اسکرول نکردیم لود نشه و مرورگرهای جدید اینو ساپورت میکنن. اس ار سی اسیتس ایمیجز میشه فکر کنم پوشه می اسلایدر ببینم یا پوشه اسلایدر، آها مین اسلایدر و عکس اولی. من الان این عکس جدید رو هم قرار بدم، اصلا فیلم متوقف کنم این عکس جدید رو قرار میدم که یه خورده بهتر بشه. من عکس رو آپدیت کردم و اینا رو هم درست کردم کپی پیست تا هشتمی، هشت تا رو قرار دادم و همه اینا کپی پیست فرمت داکیومنت هم بزنیم. بیایم در مین جی اس کدام رو اینجا بنویسیم و سویپر رو معرفی کنیم. خب من اینجا اینتر میزنم، فانکشن مین اسلایدر، فانکشن مین اسلایدر رو فقط توی ایندکس داریم، توی صفحات دیگه ندارم. یه سری صفحه دیگه هم هست داریم اونجا هم فراخوانی میکنیم. من اینا رو هم بردارم این اسلش اول رو، چون این اگه توی لایف سرور اجرا نشه کار نمیکنه. این اسکریپت و این هم این اسلایدر که فراخوانی شد و چون داخل مین جی اس کار میکنه. خب سوی سویپر رو قبلا داشتیم، ببینم پیدا میکنم، همین رو کپی میکنم اینجا قرار میدم، میام در ایندکس مین اسلایدر سویپر کپی اینجا پیست و اسپیس بتوین رو نداریم، اسلاید پر ویو اوتو هست، فری مود هم خیلی مهم نیست اینجا، لوپ رو داریم که میشه ترو لوپ. چی میگه؟ میگه اگه اسلاید به آخر رسید دوباره بیا از اول شروع کن. ببینیم به این صورت میره 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 میرسه به آخر و دوباره میاد اول، همینجوری ادامه داره. این از این. چیه دیگه؟ نویگیشن رو داریم، پجینیشن رو هم داریم برای این قسمت. ببینم کجا، آه اینجا هست، اینه برای این قسمت هم اینو هم داریم که درستش میکنیم. اول یه سری کد بنویسیم توی استایلا، میام در سویپر ببینم پیدا میکنم اینجا سویپر، بیایم پایین میگم برای سویپر اسلاید سویپر داش اسلاید ویت باشه 100%، اینجا ویت 100% رو میخوایم، ارتفاع باشه توی موبایل 268 پیکسل، اینکلود ام کیو و اینجا LG میگم اینجا ارتفاع باشه 100%. برای عکس ها من میتونم اینجا کلاس تعریف کنم W-P-100 H-P-100 Object Feed Cover. بله میبینید الان درست شد. من اینو کپی کنم برای همه داشته باشیم، برای این، برای این، این یکی، این یکی، این و یکی دیگه فکر کنم مونده، این هم از آخری. خب الان ببینیم، بله درسته، این از اکسان. الان تقریبا اسلایدرمون درسته و خیلی هم خوبه. خب پجینیشن رو درست کنیم، این قسمت پایین این رو درستش کنیم،
من این سوپر رپر رو کاری باش ندارم. زیرش دیف قرار میدم کلاس سویپر داش پجینیشن که خودش به صورت پیشفرض داره و ما باید اینجا معرفیش کنیم. در این قسمت ما باید معرفیش کنیم زیر نویگیشن پجینیشن دو نقطه و میگم المنتش چیه؟ المنتش همین سویپر پجینیشنی که اینجا داریم. داریم هیچی رو برای ما اضافه چرا آورده اینجاست. ببینید این قسمت آبی رنگ. حالا میام اینو بر اساس اون چیزی که خودمون لازم داریم تغییرش میدیم. سویپر پجینیشن بالت هست، ببینید بالت کلاسش و اونی که فعاله کلاس اکتیو رو داره، آخرش یه دش اکتیو هم بهش اضافه میشه. و بیام در کجا هست سویپر؟ اینجا کدام رو بنویسیم؟ اول یه کپی از این سویپر پجینیشن بالته بگیرم. تقریبا تمام مواردی که توی سایت دیجیکالا هست بر اساس اینه که ما می‌نویسیم، پس داخل مین سویپر نمی‌نویسم. همین بالا قرارش میدم که برای همه اعمال بشه. سویپر پجینیشن بالت چه خصوصیاتی داره؟ من اینو بیارم این ور. میگم ارتفاعش هست 4 پیکسل، ویتش هست 4 پیکسل و مورد بعدی بک‌گراند کالر داش گری این باشه 900. خب به این صورت شد. رنگ رو میبینید که تغییر کرد. من ببینم آره اندازه ها تقریبا درست گذاشتم. آره لازم شک کردم. border radius داره که میشه $ radius circle و اونی که اکتیوه خورده فرق میکنه. and dash active اونی که اکتیوه چه خصوصیاتی داره؟ ویتش هست 16 پیکسل، ارتفاعش هست 6 پیکسل و اینجا دیگه border radius باید فرق کنه. border dash radius این باشه 5 پیکسل. خب میبینید و background colorش هم رنگ سفید باشه. background color color sand color dash white میبینید به این صورت شد. فقط یه موردی که هست میتونیم یه ترانزیشن قرار بدیم اینجا که خیلی خوشگلتر بشه و میگم روی ویت اعمال بشه این 0.2 ثانیه و به صورت ایزینگ اوت. ببینید اینجا هم همینجوری دقیقا همینجوری میاد میره. اینجا رو داشته باشید خیلی ساده. خب این از این میمونه. دکمه ها رو هم باید درستش کنیم. برای دکمه ها زیر همین سویپر پجینیشن قرارشون میدیم. میتونیم از اینجا کپی بگیریم. من تا اینو پیدا کنم کپی بگیرم فکر کنم دو رو می‌نویسم. خب این دوتا رو کپی می‌کنم. فقط کار دیگه که انجام میدم این هدر برای کار باش نداریم. داخل یه دیف قرار میدم و کلاسش باشه sweeper-btn. خب با این sweeper-btn کار داریم. ببینیم دکمه ها رو اصلا برای ما نمایش میده. دکمه من نمیبینم. خب اینا درستش میکنیم الان. یک کپی از این بگیریم. اینو من میتونم داخل مین استدل نه جدا قرار میدم. سویپر بی تی ان جدا قرار میدم چون جای دیگه هم باز احتمالا لازم میشه. میگم پوزیشنش ابسولوته. پوزیشن ابسولوت و باتم باشه 0. یه لحظه من دیدم رفت دکمه کجا پایینم که نیومده. یه لحظه اینجا دیدمش. این باتم رو نداشت اینجا بود.
ببینی باز میاره بعد اینجاست. خب میگم باتمش صفر باشه، دیسپلی فلکس و رایتش باشه 4 رم همچنان نداریم. جالبه، فکر کنم اینجا میشه، آره اینه، فکر کنم اینه یه ذره. من این باتمه رو میذارم مقدارش باشه 40 پیکسل. آه الان درست شد، خارج میشه. آره این مقدارش باشه 40 پیکسل و اوپاسیتیش هم باید صفر باشه زمانی که موس میره اینو نمایش بده. ببینید اوپاسیتی صفر زمانی که موس میره نمایش بده، که اینو هم درستش میکنه. فعلا اوپاسیتی رو نمی نویسم و یه دکمه هم، یه استایل هم برای سویپر بی تی ان نکست قرار میدم. اینجا در سویپر و هم میگم مارجین رایت باشه 8 دهم رم. خب به این صورت شد. خود دیگه باید استایل رو دستکاری کنیم، چون الان کلیک میکنم. آره خود دیگه باید دستکاری کنیم اینا رو. آره اینو من رفرش کنم و این کد رو یه بررسی انجام بدیم ببینیم چی دیگه لازم دارن. خب من دیسپلی رو فلکس قرار دادم، پوزیشن رو ابسولوت گذاشتم، دیگه چی دیگه لازم داره؟ باتم 40 پیکسل، رایت 4. مشکل فکر کنم این سویپر بی تی ان است که داریم. من فعلا یه اپاسیتی صفر اینجا قرار بدم و توی مین سویپر سلاید، مین سلایدر سویپر اینجا میگم اگه هاور شدی این سویپر دات همین سویپر بی تی انی که داریم این اپاسیتیش بشه 1. خب به این صورت شد. یه بررسی بکنم این مشکلش چیه. فکر نمی کنم کدی رو اشتباه نوشته باشیم و این دکمه کار میکنه این کار نمیکنه. نمیدونم، یه بررسی انجام بدم ببینم دقیقا مشکل چیه یا من چیزی رو اشتباه نوشتم. خب درست کردم. یه پوزیشن ریلیتیو لازم داشت برای دیوا، برای دو تا دکمه نکس و پریو. یه کار دیگه هم که انجام دادم، یه کپی از این سویپر گرفتم اینجا قرار دادم برای موبایل. فقط یه مورد یادم رفت، همینو کپی کردم، همین سویپر رو کپی کردم اینجا قرار دادم، فقط کلاسش کردم d-lg-none. من آدرس عکس‌ها رو هم تغییر بدم، این مین سلایدر اسلش موبایل و اینا رو همه رو درست کنیم، کپی پیست. دو سری کلاس رو براش قرار دادیم، پیست پیست و اینم از این. من اینجا کنترل شیفت ام رو هم بزنم به این صورت، ببینید عکس ها فرق میکنه و خیلی راحت تونستیم اینا هم درستش کنیم. خب این از قسمت اسلایدرمون و جلسه بعدی بریم سراغ این قسمت پایین، اینها رو درستش کنیم و کم کم صفحه اولمون کامل بشه تا جلسه بعدی شما رو به خودم بزنم.